شمال اسرائیل، جنوب لبنان یا جنوب غرب سوریه. این حصار بخش تحت کنترل اسرائیل بلندی‌های جولان را از لبنان جدا می‌کند و کمی آن سوتر روستایی است که این حصار باید از میان آن می‌گذشت. روستای قجر احتمالاً یکی از جالب‌ترین روستاها در خاورمیانه و یا جهانه. من الان در نقطه ایستادم که بر اساس قانون بین‌المللی خاک سوریه است و بر اساس قانون اسرائیل خاک اسرائیل. اما اگر به این سمت بیام وارد منطقه‌ای شدم که قانون بین‌المللی اون رو خاک لبنان میدونه و لبنانی‌ها هم اون رو خاک خودشون میدونن. اسرائیل روستای قجر را در جریان جنگ 6 روزه از سوریه گرفت. سالها بعد زمانی که جنوب لبنان تحت کنترل اسرائیل بود، ساکنان روستا آن را به سوی شمال و درون مرز لبنان گسترش دادند. 23 سال پیش سازمان ملل خطی را به عنوان خط آبی به عنوان مرز موقت میان اسرائیل و لبنان ترسیم کرد و این خط قجر را به دو نیم تقسیم کرد. اما ساکنان علوی مذهب روستا معتقد بودند مرز روستا مرز دو کشور است و خواستند تا روزی که به سوریه بازگردند تحت کنترل اسرائیل بمانند. همین باعث شد که قجر منطقه بسته نظامی شود و به جز ساکنان کسی اجازه ورود و خروج از آن را نداشته باشد. تا 1 سال پیش که حصاری در سمت لبنانی روستا کشیده شد و ارتش اسرائیل بدون نگرانی از ورود حزب الله به آن، ورود به قجر را برای همه آزاد کرد. از آن روز قجر به یک جاذبه گردشگری مبدل شده است، هرچند که گردشگران همچنان نمیتوانند شب را در این روستا سپری کنند. شورای روستا یک قانونی رو تصویب کرد که گردشگران اجازه دارند فقط بین ساعت 8 صبح تا 8 شب اینجا باشند. برای همین هم هیچ هتل یا مسافرخونه ای نداریم. این کار رو برای این کردیم که هویت قجر رو حفظ کنیم. گردشگرانی که به قجر می آیند حتما باید چند نقطه را ببینند. از میدانهای علی ابن ابی طالب و خضر نبی تا پارک صلح و همزیستی و البته رستوران بلو لاین. من الان در رستورانی هستم به اسم بلو لاین یا خط آبی. خط آبی خطی بود که سازمان ملل در واقع بین اسرائیل و لبنان کشید و این رستوران در روستای قجر در سمت لبنانی این خط واقع شده. میشه گفت که من الان دارم نهار خودم رو در لبنان میخورم. در 1 سال گذشته روزانه نزدیک به 4000 اسرائیلی از این روستا که جمعیتش کمتر از 3000 تن است دیدار کردند. اسرائیلی هایی که دانسته یا نادانسته به اعتقاد لبنان و بر اساس مرز ترسیم شده توسط سازمان ملل در واقع به لبنان سفر کردند. در رستورانی در لبنان غذا خوردند و در شیرینی فروشی بر سر مرز دسر. و همه اینها در حالی که همچنان خود را در اسرائیل می دیدند. اشکان صفایی، روستای قجر، جایی میان اسرائیل و لبنان و سوریه.